سلام به دوستان جان. خب پروسه مپ GT86 شروع کردیم، بعد الان داریم مثل پارامتر رو میریم بیسش رو بخونیم و تغییرات بدیم. اولین کاری که باید بکنیم اینه که مف سنسور این ماشین چون کیت مکش داره باید کالیبره بشه. متاسفانه الان داینو بسته است، ولی اصولش اینه که رو داینو بره. فعلا در یه حدی تست اولیه میریم و در یه تست اولیه میریم ببینیم که چقدر از کالیبر خارج مف سنسور، چون اگر این مف سنسور اگر کالیبر خارج باشه اتفاقی که میفته اینه که کل پارامتری که ECU داره میخونه رو داره اشتباه میخونه و سوخت کافی رو نمیرسونه به ماشین و خود همین باعث میشه که تو دوره بالا ممکنه تا افتم بده. ببین بخوام بهت بگم ماشین کلن از این ور یه جا یه بار خورده تا اینجا. باید این مف سنسور این ماشین رو کالیبره کردیم. چرا؟ چون وقتی که شما یه کیت مکش داری این ماشین، اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که مف سنسور میاد حجم هوایی که داره دریافت میکنه رو یه داده ای داره، اونو نمیتونه درست تشخیص بده اگر به اصطلاح کیت مکش داشته باشید. بعد طبق یه سری حالا پارامترهای مثل اکسیژن سنسور اینا شروع میکنه خودش رو هی تریم کردن ECU. طبق لاگایی کرده لاگ بگیریم میبینی که داره خودش رو فیل تریم میکنه، یعنی داره میگه داره سوخت اضافه میده یه جایی. و یکی از پارامترهای اصلیش مف سنسور. حالا با اکوتک قابلیت وجود داره که شما وقتی که دارین ریم اپ میکنید میبینید که میتونید هم جدول اصلی رو بخونید، همین که ببینید واقعا چقدر داره دریافت میکنه، یعنی باید چقدر باشه و چقدر دریافت میکنه. با تغییرات روی پارامترهای مف سنسور میتونید شما این دوتا نموده رو بیارید رو هم دیگه و تقریبا کالیبرش کنید و نزدیک کنید که فیول تریم مثلا اگه 20% مثلا بشه 7-8-10%. صدایی هم گردم میشنوید ECU هنوز کالیبر نشده کامل. ببین تا اینجا. نه آجی این موجا نشونه خوردن دیگه. میگم دیگه این تا دم آنتن اومده. این الان اینم صدایی هم که میشنوی صدای دستگاه چیزه. آنتن از خامت رنگ. یه فیچر جالبی که اکوتک داره اینه که تو GT86 میتونی شما چند تا مپ داشته تا 4 تا مپ بتونی داشته باشی. بعد خیلی جالب گفتم اون اینو فعال کردیم برای شما گفتیم بزنیم ببینید. یه ایده ما بده. خب حالا فیچری که الان داره غیر باحاله. سویچ رو وا میکنین اینجوری به این شکل. الان مپ 2 مپ 1 مپ 2 بعد دیگه 3 و 4 همجوری میره بالا، بعد دوباره اینجوری سلکت میشه. با این دسته کروز کنترل هم کار میکنه. خیلی باحال بود. یه کار یه فیچر خیلی باحال داره این اکوتک، بعد که توی پک اصلیش که مال ریس وامشه گذاشته. این فقط برای جی تی 86 داره. روش 10 اسب اضافه میکنه. اونم استیکره. بزنم یه لحظه قبل فیلم گرفت. من نظرم این خط تو ببین چپ تو یکم باید یه خیلی ذرات بری پایین تر. یکم بیا کل یکم بیا میتونی بیا سمت چپ تر بهتر نیست بذار بیا سمت چپ تر. آها آخه این خودش تاب داره الان درست معنی نیست کدوم بعدش بکنم. خاطر یه چیز داریم تصویر کنیم. دوستان این ماشین تا زیر آنتن اونجا تا اونجا جمع شد. بده من حالا کارتم همکار خوبم داشت محمد گل. ماشالله سوسماس اندن سنم سوسماس گلمن یرسه چک کن الله بلاسه کارت بخواه بکشی روشونو ابو گرفت؟ نه اتفاقا
میزنم یه دونه محکم بکش روش نهایی رو. حلالت بشه سلطان. مشتری خوبمون از تموم شده را. حلالت بشه، حلالت بشه سلطان. نسل سردنده اسکلتی روی جیتی 86 الان ببین کردن. حلالت بشه سلطان، حلالت بشه. ببین تا فیلم میگرفتی ما معتادا کاری نداره. حالا منتظرم فقط بریم داینو، خیلی بی صبرانه منتظریم که ماشین بندازیم داینو ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. فعلا.